سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک برنامه تازه خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد گزارش ها مبنی بر تخریب و عدم تخریب تاسیسات هسته‌ای ایران وضاحت داده و وزیر خارجه ایران از شورای امنیت خواسته است تا فوراً تشکیل جلسه دهد. از سوی هم از ولایت های هرات و بدخشان افغانستان خبر می رسد که بر اثر جاری شدن سیل چندین تن جانهایشان را از دست دادند. همچنین مولوی خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است که زنان بالغ نه تنها برای مردان بلکه حتی برای زنان بالغ دیگر نمی توانند تسبیح را با صدای بلند بخوانند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش دیگر آگاه شوید. وزیر خارجه ایران در نامه به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل گفته است که اقدامات رژیم اسرائیل تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است و باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقه می شود. احتمال بروز جنگ در منطقه همچنان یک احتمال جدی است و هیچ کس در منطقه بجز رژیم صهیونیستی خواهان این وضعیت نیست. همچنین و به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پی حمله اسرائیل به ایران با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر، بسام الصباغ وزیر خارجه سوریه و بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر گفتگو کرده است. آقای عراقچی تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قاطع و متناسب به هر گونه تجاوز به تمامیت سرزمینی و امنیت خود در زمان مقتضی تردید نخواهد کرد. عراقچی افزوده است که جامعه جهانی می بایست برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ به کل منطقه اقدام فوری و مؤثر برای برقراری آتش بس عادلانه در غزه و لبنان انجام دهد. همزمان با این وزیر خارجه روسیه خواسته است که باید ایران را تحریک نکنند تا درگیری تازه میان ایران و اسرائیل صورت گیرد. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تازه ترین سخنانش گفته است که دشمنان ایران بدانند که این مردم صلح‌جو در دفاع از خاکشان به هیچ هراس استادند و پاسخ هر حماقت را با تدبیر و هوشمندی خواهند داد. به دنبال جنگ نیستیم، این اسرائیله که ما رو وادار میکنه که عکس العمل نشون بدیم. اگر بخواهد طور دیگه ای عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد. آقای پزشکیان کشته شدن 4 تن از نیروهای ایرانی در نتیجه حمله اسرائیل و 10 تن دیگر توسط جیش العدل را به مردم ایران تسلیت گفته است. همچنین معاون بین الملل وزارت خارجه ایران نیز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا نشست فوری را در مورد حمله اسرائیل بر ایران برگزار کند. این مقام ایرانی گفته است که با توجه به پیامدهای تجاوزات مدام و سیستماتیک رژیم اسرائیل، ایران از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا موضع قاطعی بگیرند و اقدامات رژیم صهیونیستی را قویان و به طور سریع محکوم کنند. از سوی هم و به دنبال حمله اسرائیل بر ایران، 3 مقام اسرائیلی ادعا کرده است که تجهیزات مربوط به تولید سوخت جامد جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و در نتیجه تولید موشک‌های بالستیک با اختلال روبرو شده است. و گفته این مقامات ساخت و فراهم کردن دوباره این تجهیزات دست کم به 1 سال زمان نیاز دارد. مقامات اسرائیلی همچنین افزودند که حمله اسرائیل به ایران از آسمان عراق و سوریه انجام شده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران اما میگویند که حملات اسرائیل بر ایران خسارت‌های ناچیز بر جای گذاشته و تاسیسات تولید موشک با مشکل مواجه نشده است. همزمان با این یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل گفته است که حمله بر ایران ضعیف بود و افزوده است که ما میتوانستیم و باید بهای بزرگتری به ایران تحمیل میکردیم. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه روز گذشته 26 اکتبر گفته است که حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران آسیب وارد نکرده است.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این پیام تصریح کرده است که بازرسان آژانس در امنیتن و به فعالیت‌های حیاتیشان ادامه می‌دهند. گروسی همچنین خواستار رعایت احتیاط و خودداری از اقداماتی که می‌تواند ایمنی و امنیت مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو را به خطر بیندازد شده است. همچنین و به دنبال حمله بر نیروهای نظامی ایران در سیستان و بلوچستان، سخنگوی فرماندهی انتظامی گفته است که یک تن از افراد حمله کننده در کمتر از 3 ساعت گرفتار شده است. وی افزوده است که با تنگتر شدن عرصه بر مزدوران، آنها مجبور شدند تا موترها و سایر تجهیزات را رها و صحنه بگریزند که تلاش برای دستگیری تمامی آنها در دستور کار قرار دارد. گفتنی است که در حمله روز گذشته گروه جیش العدل که ایران آن را توریستی می‌خواند، 10 تن از نیروهای این کشور کشته شدند. همزمان با این، سفیر ایران در سازمان ملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا حمله در سیستان و بلوچستان را محکوم کند. از سوی هم از افغانستان خبر می رسد که به دنبال وقوع طوفان و بارندگی در ولایت هرات، تعداد کشته ها به 3 تن افزایش یافته و خسارات مالی قابل توجهی بر جا مانده است. و گفته منابع محلی از ولایت هرات، روز گذشته شنبه 26 اکتبر 3 تن در روستای کهدستان از مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات در پی سقوط دیوار جان باختند. منابع از هرات تایید میکنند که طوفان و بارندگی روز گذشته چندین خانه مسکونی و دیوارهای شماری از ساختمانها را تخریب کرده و ده‌ها درخت را نیز از بین برده است. همچنین روز گذشته و در پی جاری شدن سیلاب در نقاط مختلف ولایت بدخشان، یک نوجوان 13 ساله در ناحیه دهم فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان جان باخته است و گفته منابع نوجوان جان باخته عبدالسمر نام داشته است. از سوی هم مولوی خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است که یک زن بالغ حتی اجازه ندارد موقع ادای نماز با صدای بلند به یک زن دیگر الحمدلله و سبحان الله بگوید، چه رسد به این که او ترانه بخواند. آقای حنفی افزوده است که وقت زنان اجازه تکبیر و اذان ندارند، پس نمی توانند ترانه و آهنگ بخوانند. با گفته وزیر امر به معروف، این قانونی است که به تدریج تطبیق می شود. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.